وزارت کشور عراق از تشکیل اتاق عملیات مشترک برای تأمین امنیت مراسم اربعین حسینی تحت نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور خبر داد سخنگوی وزارت کشور عراق شامگاه روز یکشنبه 29 مرداد در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق مفاد طرح امنیتی و خدماتی ویژه زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برای زائران از داخل و خارج کشور را اعلام کرد سخنگوی وزارت کشور عراق در ادامه افزود بخشی از بعد امنیتی مربوط به زائرانی است که از خارج از عراق می آیند جایی که مکانهایی برای تجمع وسایل نقلیه در راستای تقویت پرسنل اداره های اقامت مشخص گردیده و همچنین حضور زنان در فرایند بازرسی افراد ورودی نیز تقویت شده است. سخنگوی وزارت کشور اراق در این بار افزود همچنین سازوکار ورود برای شهروندان سایر کشورها و به طور مشخص زایران افغانستان، پاکستان و هندوستان بر اساس قانون 76 سال 2017 در رابطه با اقامت اتباع خارجی در عراق ایجاد شد و اجازه ورود آنها از طریق شرکتها و گروه های گردشگری مورد تایید سازمان گردشگری خواهد بود. سخنگوی وزارت کشور اراق در پایان نیز خاطر نشان فرماندهی وزارت کشور و دستگاه های امنیتی تلاش زیادی برای موفقیت مراسم اربعین انجام می دهند که امسال شاهد توسعه در زیر ساخت بوده و شهروندان این مسئله را احساس خواهند کرد. در حالی که جادههایی برای خودروها و جاده های دیگری برای زایران پیاده همراه با تضمین دسترسی بسیار نزدیک به مرکز کربلای معلا وجود خواهد داشت.